قوغا در وزارت مالیه تاجیکستان. در تاجیکستان آغاز پرونده های جنایی بدلی ادامه دارد. اصلاحات نوبتی ضد اسلامی در کودکس جنایی تاجیکستان. وزارت مالیه تاجیکستان اعلان کرد که گزارشی چند پیش نشر شده آید پنهان کنی درآمدی کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک با مبلغ 1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا در دوره سالهای 2010-2016 با واقعیت موافق نبوده، بلکه یک اشتباه تکنیکی بوده در وقت تیار کردن موادهای تحلیلی در خصوص شرکت گذاشته شده است. یادآور می شویم که ماه اکتبر سال جاری وزارت مالیه تاجیکستان گزارش آید فعالیت شرکت تلکا انتشار نمود. طبق گزارش معلوم گردید که گذشتن شرکت آلومینی به سیستم تولینگی به یک قطار خراجات های به اساس گرفتار گردید که از جمله ناشفافی عملیات های مالیوی و شرطنامه ها، افزایش خراجات های استحصالی و غیر استحصالی، پرداخت حق کلان به ادوکات های خارجه. در این اسنا شرکت با معمای قرض دبیتوری و کریدیتوری دچار گردید که باعث احوال تنگ اقتصادی شرکت گردید. جالب دقت است که ماه فوریه سال جاری در گزارشی که از طرف مرکزی مسکوی کارنگی آید شرکت تالکو از جمله گفته می شود که خش و تبارهای دور و نزدیک رحمان همه ساحه‌های اساسی اقتصاد را نظارت می کنند. از آن جمله شبکه‌های بزرگ سودا، حمل و نقل هواپیمایی، خدمت رسانی‌های مالیوی، بازار وقت خوشی و وسایل اخباری عامه. اینچنین وظیفه های اساسی در حکومت مرکزی و ماموریت منطقوی نیز اعضاهای این آیله اشغال نموده است. بزرگترین شرکت صناعتی در کشور شرکت آلومینی تاجیک تالکو نیز از طرف نزدیکان این آیله اداره می شود که خراجات های یکچین حکومداران را در نظر است که محض این شرکت می پوشاند. در وسایل اخباری عامه تاجیکستان زود زود پیدا شدنی خبر آید محکوم شدن ساکنان کشور از طرف مقامات حفظ حقوق جمهوری با عیب‌های بدلی تروریسم و اکستریمیسم زیاد گشته است. چند روز قبل با حکم دادگاهی ناحیه شاه منصور ساکن 54 ساله شهر را برای ادای نماز غیر مذهبی حنفی با ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، قومی و یا دینی کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان از آزادی محروم ساختند. بنابر مواد پرونده جنایی ساکن 54 ساله شهر با گذاریدن نماز غیر مذهبی حنفی دقت امام مسجد حاجی میرعلی را جلب نموده است که سببی به کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی خبر دادن گشته است. اینچنین دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه ساکن ناحیه وحدت دولتوف را در مبلغ گذاری تروریسم عیبدار دانسته 17 سال در کلونیای اصلاحی نظامش سخت از آزادی محروم نمود. باید قید کرد که رژیم تاجیکستان با اسلوب‌های گوناگونی دسترسی خود مسلمانان را از بیداری اسلامی در کشور منع کرده است. مثلا با قرار این رژیم ظالمانه در کشور به مسجد رفتن نابالغان که سن و سالشان از 16 پایان است ممنوع شده است. اینچنین پوشیدن لباس اسلامی زنان در جایهای جمعیتی ممنوع گشته. ثانیاً با قطعیان ممنوع شدن پوشیدن لباس اسلامی برای زنان، ریشمانی مردان در قلمرو کشور با تیار کردن افکار عامه کوشش به خرج داده ایستاده است. در طول 5 سال اخیر زیاد از 100 مساجد را به کلوب های عیش و عشرت تبدیل دادند. غیر از این چندین مساجد را با کامیراهای نظارتی و دتکتورهای متالی جهازانیدند. من بعد برای نشر موضوع ها یا اینکه نوارهای ویدیویی اسلامی در صحیفه سامانه اجتماعی خود که به اسلام تاجیکی موافقت نمی کند با سفید کنی فعالیت تروریستی و اکستریمیستی برابر می باشد. اینچنین شخصی که چنین موادها را نشر می کند از 3 تا 15 سال از آزادی محروم می گردد. با کودکس جنایی تاجیکستان تغییرات درآورده شد. موافق تغییرات اکنون برای سفید کنی عموی فعالیت تروریستی و اکستریمیستی سود خواهد شد. نقشه تغییرات به کودکس از طرف پریزیدنت تاجیکستان سنه 14 نویبر به امضا رسیده است. حالا ماده 179 پریم 3
دعوت عمومی برای صادر نمودن عملیات های تروریستی و یا کسافت کنی عمومی فعالیت تروریستی بوده، ماده 307 پریم 1 دعوت عمومی برای صادر نمودن عملیات های اکستریمیستی و یا کسافت کنی عمومی فعالیت اکستریمیستی می باشد. اکستریمیست در کجاست؟ تحلیلگر فریدون هادی‌زاده در صحبت با رادیو آزادی قید نمود که حتی سازمان ملی متحد به اصطلاح های تروریسم و اکستریمیسم تعریفی دقیق نداده است. اولا به تعریف سفیدکنی عمومی فعالیت تروریستی و اکستریمیستی روشنی باید درآورد. حقوق شناسان تاجیک پیشگویی میکنند که به مفهوم سفیدکنی عمومی فعالیت تروریستی و اکستریمیستی از طرف رژیم تعریفی خیلی وسیع داده شده است. این برای رژیم رحمان عاید جزادهی شخصانی که نسبت رژیم نارضایتی میکنند یا اینکه دعوت اسلامی را طرفداری میکنند امکانات فراهم میسازد.